خیلی ممنونم. شب خوش. شبتون بخیر. صبح خیلی خوشمزه شده گلوم سل، دست درد نکنه. به نظر منم همینطور. نوش جونتون. آقا طلعت؟ بیا. ولی ما انتظار نداشتیم شما امروز بیاین. پس من برگردم؟ نه، نمیخواستم اینجوری بگم، ببخشید. باید یه چیزایی آماده میکردیم. ببخشید. ببخشید تو رو خدا، بفرمایید. خوش اومدین. مهم نیست. باش، آروم باش. غذا میخورن؟ آره. چه سوپی داری؟ سوپ قارچ. ولی قرار بود طبق لیست برای شما مرجمک رو آماده کنن. تو اسمت چیه؟ زهرا قربان. به من نگو قربان. باشه زهرا؟ باشه. خسته نباشید. سلطان لبان، احساس نمی کنی یکی پشت میز کمه؟ دیدار بزرگم اتفاق افتاد. خدایا شکرت. بس دیگه ماما، آروم باش. خیلی دلتنگت بودم پسرم. شکر. چطوری ماما جون؟ حالت خوبه؟ چطور خوب نیستم؟ تو که اومدی من دیگه همیشه خوبم. خب سلام خانواده عزیزم. عمو جون، ما واسه این که خوش و بشتون با مامان بزرگ خراب نشه چیزی نگفتیم. خوش اومدین. باریش تو چه بزرگ شدی؟ جدی میگی؟ برای بابامم تعریف کن. خب خوش اومدی طلعت. ممنونم داداش. اصلا هم تغییر نکردی؟ هنوزم برای غذا خوردن با لباس عید میای؟ خوش اومدی طلعت. مرسی جاهده. بیا بشین پسرم. گلیم سل چرا وایسادی؟ زود برای پسرم غذا بیار. راستش ما فکر میکردیم فردا میایین، واسه همین کمی تعجب کردیم. آره، از الان به اینا عادت کن پسرم، چون عمود هیچ کدوم از قولاش قول نیست. مگه نه؟ زندگی پر از سورپرایز است باریشو. دقیقا.
مهمون بزرگ بالاخره اومد. میگم طرف خیلی خوشتیپ نیست؟ بی خودی حرف نزنی رو وردار و برو. خوشتیپیه. اون چه ربطی به تو داره؟ زود باش. خدا کنه مهمون بزرگ درد سر بزرگی نشه. آخ خوب شد اومدی، من دیگه نمیدونم چیکار کنم آقا متین. تصادف میکرد اگه با تاکسی دنبالش نمیرفتن. الان چطوره؟ اصلا خوب نیست. کجا سرم؟ تو اتاقشه، گفت میخوابه. ممنونم زهرا جان. نوشه جان. اما من الان میخوام یه چیزی رو بدونم. تو بلژیک زندگی میکردی مگه نه؟ چون مامان بزرگ گفت همه دنیا رو گشتی. آره، راستش میخواستم برم آرژانتین با یه دوستم که هیکل تراشی میکنه قرار داشتم. قرار بود با هم کار کنیم، ولی الان اینجا. نباید اصلا برنامه تو خراب میکردی. طلعت، تو چرا اومدی؟ سوهد جون، لطفاً. چه اشکالی داره مامان؟ این که میخوام بدونم داداشم چرا بعد این همه سال اومده، جرمه؟ تعجب کردم چون نه عیدیه و نه چیزی، هرچند عیدام نمیاد اینجا. اگه خیلی دلت میخواد بدونی پس میگم چرا اومدم. به خاطر باریش اومدم. به خاطر باریش؟ تو با باریش چی کار داری؟ خیر باشه. تو دنیا یه برادرزاده دارم، اونم خیلی خوب نمیشناسم مگه نه؟ سوار شدم و اومدم دیگه. منم به همین فکر میکردم. فقط همون میخوام یه چیزی بهت بگم. تو اینجا رو دیدی، منم دیدم. نمیشه بریم یه جای دیگه رو بگردیم ها؟ نمیشه. نمیفهمم چه اشکالی داره جاهده. چه اشکالی داره؟ مامان جون. نمیشه مامان، نمیشه. چون باریش اینجا کار داره. پسر من مثل طلعت ولگرد نیست. خیلی زشته. اونم شبیه توه، فقط کار بلد. به نظر من این دیگه خیلی زیادی داره. پسر من البته که شبیه من میشه و قرار نیست شبیه تو لات و ولگرد بشه. بسه بسه باریش. جاهده، منو با پسرم تنها بذاری. من قربون هر ذره وجودت برم. تو عزیز منی، قربونت برم. اونم مثل تو خیلی خوشگل بود. چرا این همه سال بهم نگفتین؟ چرا؟ من چند بار خواستم بگم. میگفتین که تو رو خریدی؟ با پول، مثل جینز. Thank you.
چی کار میکنی؟ این چه کاریه؟ بلم کن. بذارش زمین ببینم. بذارش زمین. اونا زینب رو کشتن، منم جرنو میکشم. مزخرف نگو. مزخرف نگو. بلم کن. مزخرف نگو. اینم نمیخواد کوتا بیاد. جلسه فوق العاده. همین الان. میگم که من دیگه پیر شدم. خیلی هم حالم خوب نیست. خیلی زنده نمیمونم. امروز هستم. فردا دیگه نیستم. این چه حرفیه مامان؟ حرفمو قطع نکن سواد. حقیقت همینه که میگم. باید در موردش صحبت کنیم. تو رو خدا این حرفا رو از کجا میاری مامان؟ دیگه خسته شدم سواد. خیلی خسته شدم. این حال شما که انگار دشمن حمید منو میکشه. ولی ما که دشمن نیستیم مامان. پس مثل برادر پیش هم دیگه باشین. حداقل اینو به خاطر من که مادرتونم انجام بدین. من از شما چیز زیادی خواستم. چرا اومده؟ تونستی بفهمی؟ آبجی گلومسل، خیلی ترسیدم. میگه به خاطر باریش اومدم. من نابود شدم. خدایا خودت کمکم کن. آروم باش. اگه میتونست تا الان میگفت. اگه دنبال فرصت مناسب باشه چی؟ طلعت حتما یه چیزایی میدونه. اگه به باریش بگه چی کار کنم؟ نمیشه مامان جان. ببین من نیومدم اینجا که بمونم. راستی تو چرا اومدی اینجا؟ اینو بهمون بگو. ولی بهم نگو که به خاطر باریش و اعصاب منو خورد نکن. وقتی مشغول کار میشی فکر میکنی همه چی رو به راه، مگه نه؟ هنوز از خانوادت خبر نداری. خانواده من چشه؟ تا قبل از اینکه تو بیای ما خیلی آرامش داشتیم. بس دیگه. حرف من اینه. زود مثل بچه‌ها با هم دیگه دعواتون میشه. من یه فکر دیگه دارم مامان. نمیخوام گوش بدم. هیچ دلتون برام نسوخت؟ هیچ. این همه مدت قلب منو شکستی. ولی دیگه بسه. از این به بعد باید شرکتو با هم دیگه اداره کنید. مامان، من برای مدیریت شرکت نه به طلعت و نه به هیچ کس دیگه احتیاج ندارم. بابام چه شده؟ هیچی پسرم، هیچی. چه خبر اینجا؟ مثل همیشه. تو چون ندیدی نمیدونی. بابا تو عمود زیاد تفاهم ندارن. دیوونه شدن چقدر آسونه، مگه نه؟ قاتل شدن.
فردا من کجا هستم؟ تو تیمارستان یا زندان؟ دخترم تو بحران هستی، تو رو میبرم پیش دکتر. بعدش چی میشه؟ داروامو میخورم و خوشحال میشم. هر کاری لازم باشه انجام میدم. من تو رو میفرستم تعطیلات. دخترم پول داری، دور دنیا رو بگرد، باور کن خیلی بهتر میشی. چی تغییر میکنه عمو متی؟ هر جایی برم خودمم میبرم. اصلا نمیدونم کی هستم، نمیدونم چی میخوام. زود باش چشاتو ببند، کمی بخواب. زود باش عزیزم. اگه به خوابم یادم میره؟ باید فراموش کنی. فراموش کردن بهترین کار جده. من نفهمیدم یه دفعه عموم اومد و چیزای مزخرف پیش اومد. آخه خیلی وقت همدیگر رو ندیدن، شاید به خاطر اون اینجوری شد. حتما، شاید، نمیدونم. به نظرم عادیه. نمیخوای جواب بدی؟ زهرا، من کی آدمی که میخوام و پیدا میکنم؟ واقعا میخوام عاشق شم. تموم شد؟ به نظر من تموم شد، ولی اون خانم اینجوری فکر نمی کنه. یعنی باز رکورد نشکستی؟ کسی نمیتونه 19 روز رو ببینه. من راستش اینو نمیتونم بفهمم. نمیتونم با زن این ارتباطی که با تو دارم رو برقرار کنم. نمیدونم چرا. چون من مشاور دردم. در این حال نویسنده. بیا. نه. آره. نه دیگه باریش. نه. خودت یاد بگیر بنویسی. زهرا، وقتی تو مینویسی بدون مشکل تمام میشه. حتی بعدش هم احترام میذارن. خیلی راحت. مامانجو، از وقتی ما پشت تلفن حرف زدیم اتفاق جدیدی افتاده. در چه موردی؟ مامان اینجوری نکن. مگه تو نگفتی آزمایش ها گرفته میشه؟ هنوز هیچ چی معلوم نیست. آره گفتم. اونو میگم دیگه. مرتب میگی نگرانم میمیرم. دکتر چیز بدی گفت؟ هنوز نتایج مشخص نیست، ولی دکتر گفته آمادگی همه چی رو داشته باشی. من میخوام اینجا هممون با هم. اینجوری نمیشه مامان. میریم بلژیک. من در این مورد یه دکتر متخصص پیدا کردم، باش حرف زدم. این بود فکر طلعت؟ میخواسته اینا رو پیش سواد بگی؟ آره. نه، جایی نمیرم. میخوام تو وطن خودم بمیرم. مامان جون، هنوز نتایج معلوم نیست. چرا اینجوری خودت رو ناراحت میکنی؟ بریم اونجا هم آزمایش میدیم، حل میشه انشالله. لزومی نداره. من خیلی به دکترم اعتماد دارم. باش. چرا به داداشم نگفتی؟ انگار سواتو نمیشناسی. اون تحمل اینجور چیزا رو نداره. فرار میکنه میره. بهم میگه کار دارم، ترسیدم بر نگرده خونه. تا وقتی که پیشمه دیگه غصهشو نمیخورم. آقا سالای زیادی بره، حالا برگرده و بعدش انگار چیزی نشده، بیاد شریک تو بشه؟ مگه میشه با هم شرکت رو اداره میکنین؟ نه، چه خبره مگه؟ طلعت چی میگه ها؟ چی بگه؟ زود شروع کرد به نصیحت کردن. یه فکر دیگه ای داره و من نمیدونم اون چیه. خب چه فکری داره؟ چه فکری داشته باشه جاهده؟ بی خودی حرف میزنه دیگه. بخون ببینم. یه چیزی میخوام بگم.
تو روز به روز بهتر میشی. پس بفرست اون دختره هم دیگه ولت کنه. اگه تو نبودی من چی کار میکردم؟ نمیدونم. منم. راستی صبح قهوه میخوری؟ گفتم شاید استفاده کنی. اینو بگیر. این وایسا، این وقتی میچرخه افکتم داره. خیلی نوستالژیه. به هر حال مبارکه، به سلامتی توش قهوه بریزی و بخوری. خیلی ممنونم. تو خیلی مهربونی. فقط یه سوال میپرسم و یه جواب مشخص میخوام. چرا اومدی؟ اومدم مامانم رو ببینم و با برادرزادم وقت بگذرونم. 26 سال گذشته، عقلت کجا بود؟ جاهد، بهتر زیاد در مورد گذشته حرف نزنی. باور کن منظورم اون نیست. چی میخوای؟ میخوام دلیل اصلی اینجا اومدن تو بدونم. چرا؟ چیزایی رو که میگم باور نمی کنی؟ حق داری، نمیخوام لفتش بدم. فقط یه سوال ساده پرسیدم. باش، پس بدون تعارف تعریف کنم جاهده. من کل زندگیم به خاطر اون شبی که با تو بودم پشیمونی کشیدم. منم، ولی من توانش رو با دور بودن از خانواده پس دادم. واسه اینکه تو بازی‌های کثیف تو شریک نباشم پام رو اینجا نذاشتم. یعنی خلاصه بگم عقلم سر جاشه. کاش تو همون جوری بودی. چی بگم دیگه؟ پاشا تو اینقدر دیر نمی اومدی خونه؟ با آدم قهوه خونه بودیم، کمی حرف زدیم. زهرا کجاست؟ آتولیس. اینشالله که اینجوریه. باز چی شده؟ چم شده ها؟ این دختر دیوونه تو واسه همون مشکل درست میکنه. اینجوری حرف نزن خلیل. باز دختر من چی کار کرده؟ چه اشتباهی ازش دیدی؟ کاش فقط من میدیدمش. جاهد خانم دیده بود. اومد و هر چی از دهنش در اومد گفت. زهرا کجاست؟ میدونم چی شده. واسه تعریف میکنم. چیزی واسه تعریف کردن وجود نداره. فردا شب میام خواستگاری زهرا با کاظم ازدواج میکنه. تموم شد رفت. چی کار میکنی خلیل؟ چقدر با عجله؟ اصلا نمیپرسی ببینی دختری دلش میخواد یا نه؟ الله الله. بعد از عقدم میتونه عاشقش بشه. وقتی ازدواج کردیم تو خودت منو دوست داشتی؟
ببین خلیل، چندین سال هر چی گفتی چیزی نگفتم، ولی زهرا فرق میکنه. اون دختر منه. الله الله، دختر توه ولی ناموس منه. چه بی ناموسی کرده؟ چی؟ گوش نمیدی که واسه تعریف کنم که چی شده؟ به چی گوش کنم؟ با چشام دیدم، دیدم با آقا باریش تو حیات با هم بودن. زشته زشته بابا، اونا دوستن. آتیش و زغال نباید پیش هم باشن. اگه جاهد خانم بفهمه از کار بیکارمون میکنه، اون موقع میبینی دیگه چی؟ تو رو خدا، تو رو خدا آقا خلیل زنگ بزن بگو نیاد. میان این کار فردا شب تموم میشه. آماده باشین. زندگی بازیه، جوری بازی کن که انگار هیچی نداری که از دست بدی. ولی دستت پر برکت عمو. خیلی چیزا مونده که باید از من یاد بگیری جوان. شاید چیزایی هم باشه که من بخوام یادت بدم. آره اعتماد به نفس خوبه، ولی نه همیشه. مراقب خودت باش. گوشش خاموشه. این دختر کجاست؟ صبح خوابم برده بود، اصلا نمیدونم کجا رفته و کی رفته. آفرین ولکان، خیلی خوب از امانتی آقا کورای مواظبت کردی. نکنه دوباره رفته خونه چمایی ها؟ آره این دفعه بدون قرار ملاقات نمیرم. دخترم چرا بدونی که به کسی خبر بدی میری؟ خیلی نگران شدیم جرم خانم. دیگه نمیخواد واسه من نگران باشین، چون تصمیم گرفتم زنده بمونم. آها راستش بهتره بگم راه زنده موندن رو پیدا کردم. تو اینجا بشین حرف بزنیم. اصلا وقت نشستن ندارم عمو متین. تو امروز یه وقت ملاقات واسه من بگیر باشه؟ از کجا؟ از مؤسسه خیریه چمایی دیگه. خدای من، دخترم میخوای بری اونجا چیکار کنی؟ واسه زنده موندن باید این دفتر رو ببندم. بازی تازه شروع شده. سواد کی رفت؟ فکر کنم وقت اذان رفت. خلیل که اینطور گفت. اون ماشین دیگه خیلی قدیمی شد. حرفای قلم به سلمبه نزن جوون. بعد اگه خواستی دور بزنی باید بشوریش. گفته باشم. اوه با شما برادر زادش از کجا میاد؟ مامان بزرگ بگو شب غذا درست نکنن. با عمو کلی ماهی گرفتیم.
آفرین به شما. چطوری مامان جون؟ چطوری خوب نباشم؟ ممنونم. باریش؟ منو میرسونی مؤسسه خیریه؟ چشم، همین الان. چی شده جاهده؟ این بچه هنوز صبونشو نخورده؟ بعدن صبونشو میخوره. هر کی با پسر خودش یکم وقت بگذرونه. عمو جان روز خوش. خسته نباشی آبجی. خیلی خسته شدم. انگار تو خونه غذا نیست. آقا طلعت و آقا بارش یه عالم ماهی گرفتن. الله الله. بابا منم دیروز 5 کیلو گرفتم توی یخچانه. این همه ماهی رو چیکار کنم؟ ببین خلیل، من بقیهشو پاک نمی کنم. زهرا کجاست؟ گفتم آتلیه رو جمع کنه. دیگه صاحبش اومده، نمیتونه با گل بازی کنه. خیلی ناراحت شد. آینر؟ اون رفته خرید. چه خریدی؟ چه میدونم، یه چیزایی گفت دیگه. اینجوری دروغکی اجازه میگیره و همش بهونه میاره. ابجی، دیشب من به آینر گفتم که زهرا رو شوهر میدم. آه، کار خوبی کردی. آینر چی گفت؟ چی میخواد بگه؟ نذاشتم چیزی بگه. والا خوشحال شدم. یه قهوه درست کنم با هم بخوریم، نظرت چیه؟ باشه خواهر عزیزم. به خاطر باریش اومدم. تو زندگیم یه برادر زاده دارم و گفتم اونم خوب نمیشناسم. سوار شدم اومدم دیگه. بیای چا جان. اون زنی که اصرار میکرد بیاد ملاقات اومده. بگم بیا تو؟ چجور آدمیه؟ بذار یکم منتظر بمونه. خیلی جوونه. خیلی هم خوشگله. بگو بیا تو آشنا بشیم. خوش آمدید. من جاهد چامایی هستم. جره نوزکان. خوشحال شدم. لطفاً بشین. بگم براتون یه چیزی بیارم؟ مرسی، چیزی نمیخوام. راستش امروز اصلا حالم خوب نیست، ولی دوستای مشترکی داریم که خواهش کردن و منم نتونستم نبگم. ببخشید پس. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم. میخوام برم سر اصل مطلب. لطفاً. میدونین که برای کار خیر اینجا هستم و برای شروع 1,000,000 لیر در نظر گرفتم. جرن خانوم، تو این سن و سال و این دل بزرگ، باور کنین بچه هامون از کمک شما خیلی خوشحال میشن. ممنونیم. جاهد خانوم، پول برای خوشحال کردن آدم ها کافی نیست. اون بچه ها پدر ندارن، مادر ندارن، همیشه تنها هستن. اونجاش که آره، ولی ما هر کمکی از دستمون برمیاد برای بچه هامون انجام میدیم. باور کنی هر 1 لیری که میدید به هدفش میرسه. میدونم. البته اگه به خانواده شما و مؤسستون اعتماد نداشتم اینجا نمی اومدم. اگه میخواین در مورد جزئیات حرف بزنیم. شب وقت شام در مورد جزئیات حرف بزنیم. با مؤسس این مؤسسه مادر شوهرم لمان چامای آشنا میشیم. امشب؟ این پیشنهاد منه اگه اشکالی نداشته باشه. تو خونه ما شام بخوریم. خونه؟ یعنی ببخشید نمیدونم مناسبه یا نه. اینجوری فضا صمیمی‌تر نمیشه؟ پس باشه، با کمال میل. م-
خسته نباشی. ممنون آقا طلعت. کی اینا رو درست کرده؟ چیزه، راستش از لما خانم اجازه گرفته بودم، اینجا هم خالی بود. اینا اولین کارهای من هستن. ولی یکی اینا رو نقاشی کرده. تو اینا رو درست کردی؟ بله. یعنی رو کارهای قدیمی من نقاشی کردی؟ همشون رو تغییر دادی؟ خیلی موفق بودی. واقعا خوشتون اومد؟ من خیلی میترسیدم عصبانی بشی. چرا عصبانی بشم؟ تو آموزش دیدی؟ نه، یعنی امتحان رو قبول شدم ولی نرفتم. خیلی با استعدادی زهرا. تعریف کن ببینم چجوری کار میکنی. یعنی من هر جور که دلم میخواد کار میکنم. تو دلت چه چیزای قشنگی میخواد. خسته نباشی. میگه خسته نباشی. ساعت چنده؟ ها؟ ساعت چنده؟ تو میدونی من از ساعت چند اینجا؟ این مناقصه آنکاراست؟ آره. به نظرت برنده میشیم؟ احتمال دیگه ای وجود نداره. باید برنده بشیم. اگه بخوایی من میتونم برم. آقای باریش، این شبیه کارای ورزشی تو نیست. باید جدی آماده بشیم. من حاضرم. اینجوریه؟ باشه، تعریف کن ببینم چی میدونی. میتونم بیام تو؟ بیا بیا، بابا میخواد سوال بپرسه. طبق شرایط مناقصه واسه شرکت متقابل، ماده 37، بیشتر این توافقا زنجیره‌ای هستن، ولی اگه به ماده 9 دقت کنی، طبق ماده 9 تقریبا 25% مناقصه ضمانت بانک لازم داره. شاید از نظر ما چیز بدی باشه. باریش، تو کی اینا رو خوندی؟ شب قبل نگاه کردم، همینطوری سرسری. جانم عمو. جانم. خیلی خوب، میام. باشه، حتما. خدا نگهدار. پسرم کجا میری؟ چیز مهمی نیست. اگه بخوای من میرم آنکارا. میبوسمت. ببین. خداحافظ. بله پلین. والا چه میدونم، کار خونه که تمومی نداره. تو چی کار میکنی؟ ماما خونه نیست، چی کارش داری؟ پلین، چی شده؟ بگو دیگه. پلین بگو دیگه. منو قرار بده به کی؟ به کاظم؟ مامان چه خبره؟ ای خدا، پلین چه زود بهت خبر داد. کی میخواستی بگی؟ بعد اینکه حلقه دستمون کردیم؟ دخترم این چه حرفیه؟ اون یارو خلیل کجاست؟ دخترم وایسا، دخترم تو رو خدا داد نزن. من واسه تعریف میکنم چی شده، نکن عزیزم. اینو با جرثقیل آوردی؟ آره، از آسمون آوردم پایین. چطوری؟ خوبه. یه چیزی بگم امون، یه معجزه کوچیکه. معجزه نیست، واقعیته. بهت که گفته بودم خیلی ادعا نداشته باش. وقتی کثیفش کردم میشورمش. اگه میخوای بری گردش باید بشوریش. سویچ لطفاً. یا
یعنی چی میخواد منو شوهر بده؟ چطور بدون اینکه نظر منو بخواید همچین کاری میکنی؟ میگم داد نزن، بشین اینجا. من حلش کردم، رفتم با مادر کاظم حرف زدم، امشب نمیان خواستگاری. مامان اون دیگه کیه آخه؟ نه مادرمه نه پدرمه، چطور همچین کاری میکنه؟ کجاست میخوام باش حرف بزنم؟ الان وقتش نیست با خلیل درگیر شی. بشین، من چرا از صبح درگیرم؟ وایسا آروم باش. مامان ببین منو. تو منو ببین، اگه سوتی بدی غوغا به پا میشه و دوتامون بدبخت میشی. میگم حلش کردم، حرفمو باور نداری؟ Bunlar güzel günleri.